با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، امروز میخوام نحوه ترانسپوز کردن بخشی از یک قطعه یا کل یک قطعه رو در محیط سیبلیوس ورژن 6 به شما نمایش بدم. البته ورژن های بالاتر هم دقیقا همین امکان رو داره و هیچ فرق نمی کنه و شما این روش رو یاد داشته باشید، میتونید توی نسخه های دیگه هم اعمال کنید. همونجور که میبینید ما یک پارتی داریم در تونالیته سی بمول ماژور. ابتدا ما برای مثال اول میخوایم بخشی از میزانهای انتخابی رو ترانسپوز کنیم. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، ما اون محدوده رو ابتدا انتخاب میکنیم، به این شکل سلکتشون میکنیم. برای مثال اینجا این چهارتا میزانی که پشت سر هم قرار گرفته، خیلی راحت میتونید با کلیک کردن روی یک میزان و بعد اگر قراره که برای مثال 3 میزان 4 میزان پشت سر هم باشه، شیفت رو نگه دارید و آخرین میزان رو کلیک کنید. اینجوری 4 میزان رو پشت سر هم سلکت کرده. حالا با شورتکات شیفت تی پنجره باز میشه تحت عنوان ترانسپوز. اینجا ملاحظه میکنید که به شما ترانسپوز رو به دو شکل میتونه براتون این کار رو انجام بده. یکی از طریق علامت سرکلید هست که تحت عنوان کی، و دومی تحت عنوان اینتروال یا فاصله. یعنی اینکه ما اگر میخوایم قطعه یا نیم پرده، یک پرده، یک و نیم پرده، هر مقداری که میخوایم بالا پایین ببریم، روی گزینه اینتروال کلیک میکنیم، و اگر خواستیم که علامت سرکلیدی رو تغییر بدیم، همون گزینه اولی که الان مشاهده میکنید تیک خورده، یعنی کی، اون رو انتخاب میکنیم. برای این مثال من روی گزینه اینتروال کلیک میکنم، میبینید که یک سری از به اصطلاح اون خونه هایی که وجود داره پایین خاموش شدن، یه سریشون فعال شده، یعنی ترانسپوز بای کی پنجرش خاموش شد، خاکستری شد، و ترانسپوز بای اینتروال روشن شد که امکان انتخاب نیم پرده یا پرده ای که ما میخواییم یا فاصله ای که میخواییم و در اصل برامون پنجرش رو باز میکنه، فعال میکنه، که اینجا من میخوام یک فاصله سوم به پایین برای من انتقال رو انجام بده. روی سرد انتخاب رو انجام میدم و بعد داون منظور سوم به پایین هست، یک فاصله سوم به پایین، حالا میجر باشه، پرفکت باشه، اینها به هر حال شما خیلی خوب میدونید که انواع فواصل کوچک داریم، بزرگ داریم و کامل داریم، که بر اساس همون چیزی که دقیقا میخواییم تنظیمات رو انجام میدیم، و انتخاب بعدی انتخاب گزینه اوکی هست. میبینید که نوت‌های ما انتقال پیدا کرد، یک سوم اومد پایین تر. حالا برای مثال بعد ما برمیگردیم به محیط اصلی. این سری ما میخواییم علامت سرکلید رو در ابتدا تغییر بدیم، و بعد از اینکه علامت سرکلید رو تغییر دادیم، بر اساس نیازمون نوت ها رو ترانسپوز کنیم. این نکته رو خاطر داشته باشید که وقتی ما علامت سرکلید رو عوض میکنیم، خود نوت ها، خود پارت موسیقیمون انتقال پیدا نمیکنه، فقط علامت سرکلید عوض میشه. پس بعد از اینکه علامت سرکلید عوض شد، حتما بایستی که نوت ها رو خودمون به صورت دستی ترانسپوز کنیم. اینجا علامت سرکلید ما سی بمول و می بمول هست که سی بمول ماژور رو داریم. برای اینکه بخوایم علامت سرکلید رو عوض کنیم، کافیه که دکمه کی یک بار زده بشه، پنجره باز میشه تحت عنوان کی سیگنیچر. اینجا شما گامتون رو مشخص میکنید که ماژور باشه یا مینور باشه، و از نظر شارپس یا ماژورهای دیزدار، فلتس ماژورها یا مینورهای بمولار، که من میخوام سی بمول ماژور رو انتقال بدم به فا ماژور. برای همین روی فا ماژور کلیک میکنم و گزینه اوکی رو میزنم. به محض اینکه اوکی رو زدم، موس من رنگش آبی میشه. این علامت نشون میده که من هر جا که علامت سرکلیدی باشه، یعنی رنگ آبی موس، نشون میده اگر من اینو روی علامت سرکلید بزنم، علامت سرکلید من تغییر میکنه به اون موردی که انتخاب کردم. الان دوتا بموله با کلیک من شد یک بمول. خب حالا همجور که ملاحظه کردید، نوت هامون انتقال پیدا نکرد، فقط علامت سرکلید عوض شد. برای همین
ما مثل قبل بایستی که نوت ها رو خودمون ترانسپوز کنیم. اینجا من میخوام همه نوت ها رو ترانسپوز کنم و بهترین کار اینه که کنترل ای رو بزنم، همشون سلکت آل بشه و حالا علامت به اصطلاح میتونیم بگیم شیفت تی رو که میزنیم پنجره ترانسپوز باز میشه. این سری ترانسپوز بایی که میخوام انتخاب کنم بر اساس علامت سرکلید هست. پس من روی کی این سری انتخاب میکنم. میبینید که پنجره وسط نمایان شد، به جاش پنجره ای که روی مثال قبل من کار کردم خاکستری شده. ترانسپوز بای کی سه تا حالت داره: closest، up یا down، که من این سری میخوام روی فا ماژور که میخوام از فا ماژور انتقالش بدم. و حتما به خاطر داشته باشید ترانسپوز کی سیگنیچر این تیک خورده باشه کنارش و بعد اوکی رو انجام میدیم. همونجور که ملاحظه فرمودید قطعه ما ترانسپوز شد. ممنون که ما رو همراهی میکنید. کانال تلگرام ما و کانال اینستاگرام ما رو سر بزنید و در صورت تمایل دنبال کنید. مرسی. تا برنامه دیگر و ویدیوی آموزشی دیگر شما رو به خداوند متعال می سپارم. خداحافظ.